مثلا این مثلا موبایل منه فرض میکنیم، خب من با این به اینترنت وصلم، اینترنت که اپراتورهای حالا تلفن همراه کشور در دسترسمون قرار دادم، وارد شبکه‌های اجتماعی میشم، اکانت ها رو نگاه میکنم، جستجوی اینترنتی انجام میدم، یه فروشگاه اینترنتی باز میکنم، این تغییر پیدا میکنه؟ نه، کاربران کاملا آزادن. توی طرح ما قبل این تا اینجا بود که حتی تبادل وی پی ان هم جرم محسوب میشده، زندان داشت، ولی الان اومده تا کسانی که تولید میکنن، وقتی اونایی که تولید میکنن، اونایی که عرضه میکنن، مبادله میکنن، اونها براشون جرم انگاری شده، شما دیگه دسترسی نداریم، نمیتون استفاده بکنیم، نخواهد بود که استفاده بکنیم. حالا ما تلاشمون اینه که نریم به سمت اینکه از این کنندگان انبوه های دکتر، خب بالاخره یه جای باید تولید بشه. ما ارزم خدمتتون که استفاده از فیلتر شکن تو این تر جرم انگاری نشده آزاد، ولی تولید برنامه نویسی اون، مبادله اون در اختیار گذاشتن، یعنی هیچ عرضه‌ای نخواهد بود، عرضه کنندگان همه مجرم شناخته شدن، شما دیگه دسترسی ندارن، اصلا صحبتی از وی پی ان نخواهد بود دیگه. اینه دیگه داره. نه ما نه دقیقا همینه، آخرین ورژن همین رو داره. ما شبکه های اجتماعی که اثر گذارن تو این ترما توجه قرار گرفتن، اونایی که مثلا حداقل 5% کاربرای کل کشور در اختیار دارن، کو اسم ببرین، اونایی که 10% 20% تنهای باند رو دارن، و الان اونایی که کسبکارای خورد هستن که اصلا اونو کاری نداریم ما. الان بیشتر دست این هاست دیگه، اصلا نگرانی بیشتر از همین هاست. الان همین شبکه اینستاگرام کلی کسب و کار خانگی روش هست، رستوران ها، کافه ها، اصلا کلی تبلیغات روشون انجام میشه. خب باز من مثلا از شب کلی پیام دریافت کردیم از همه این کاربران این شبکه که خب خیلی نگرانن که حتی در این حد که مثلا نمیدونه الان باید چیزی بفروشن نفروشن، یعنی انقدر نگرانی جدی براشون ایجاد شده که خب فکر میکنن که از فردا یا حالا هر موقعی که قرار این قانون اجرا شه، بله که قانون شد 4 ماه بعد نگرانن، کلا این اینستاگرام دیگه کلا حذف میشه. این رو من به شدت تکذیب میکنم، هم چیزی وجود نداره. خب اشاره که اولا این تا قانون بشه و دسترسی به این اینستاگرام هم محدود نمیشه، اشاره که اینها اولا عرض کنم که این تر اولیه است، این با کمک بله متوجه شدم تغییر میکنه، اشاره که خدای دکترم استعداد دارن، خیلی از نکات اصلاح شد، بعد از اینم اصلاح میشه. ما که این رو وحی منزل نمیدونیم، ما عقل بشری هستیم، محدودیت داریم، منتها اون نگران که هستش ما عرض میکنیم که هیچ جای نگرانی نیستش، اشاره که کسب و کار سر جاش هستش، توسعه هم پیدا میکنه، ما این رو قول میدیم، ضمن اینکه این موضوع اصلا تا بیا تبدیل به قانون بشه 4-5 ماه میکشه، تا دولت آیین‌نامه‌اشو بنویسه 4 ماه وقت میخواد، تا شبکه‌های داخلی و خارجی بیان ثبت نام کنن 4 ماه بعد میخواد، تا دولت تا وزارت ارتباطات بیا پلتفرم‌های مشابه خارجی تو خودت کنه یه سال بعد میشه، بعد اون انجام نمیده، 8 ماه بعد باید پروسه بودجه بذارن دوباره طراحی بکنن. تو اینتر مسدود سازی اینستاگرام اصلا شما گفتیم 4 ماه وقت دارم بیان مجوز بگیرم، ولی بعدش سکوت کرده، نه گفته که مسدود میشه، نه مشخصا اومده که مسدود میشن، و اونورم میره به سمت دولتی که این خودش خطرناکه، از کردن خلاف سیاست‌های از 44 داری شما بندی که اشاره میشه به این موضوع، بله الان پیدا میکنم تا این صحبت اگه شما راش شما حفظیم بگین که ما وقتی به این اشاره میکنیم آقای دکتر از هم میفرمان که این که پیشنویس این نیست، یه چیز دیگه هست، اگه این قول رو میدن که این اتفاقات نهفته موقع خوبه، ولی خب 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، ما میگیم نتیجه سرکنشین اولین آخرین جلسه ما نخواهد بود، حتما همینطوره، بله تو جلسات بعدی میایم در خدمت آقای دکتر همکار. این بندی که اشاره میکنه به این شبکه اجتماعی رو داری؟ بند 27-28 که از شبت خدمت شما حداقل یه ابهام بتونیم الان برطرف کنیم. این رو بنده خدمت شما و بیننده های عزیز عرض میکنم که این تصریح نداره که بعد از 4 ماه این پلتفرم ها مسدود میشه، سکوت کرده، نه محدودیت محدود میشه، سکوت کرده، نه آقای دکتر سکوت کرده و عرض کردم شما که مخالف این نیستی که اگر ما یه پلتفرم با کلاس جهانی تولید بکنیم در داخل کشور باشه همه نیازهای مردم جواب بده، شما مخالف این هستی؟ نه اون کار توأم باید انجام بله توأمه، نه اصلا مسئول نمیشه زندگی مردم رو مختل بکنیم، کسب و کارا رو مختل بکنیم، بگیم داریم پلتفرم داخلی تولید میکنیم، به هیچ وجه اون در کنار این باید روش بله بکنیم، حتما اصلا همین باید کمک بکنیم، نه منظور اونی که الان اگه این نوشته رو
که عرض کردم کمیسیون فرهنگی امضا کردن توی کارتابل ما گذاشتن مبنا اینه. حالا 4 سال 1 سال رضا میگیم 1 سال و 4 ماه بعد این محدودیت اتفاق میفته، در صورتی که ثبت نکنن در کشور، درست میفرمایید؟ در صورتی ثبت هم کاری نداریم، در صورتی که پلتفرم داخلی در کلاس جهانی قابل رقابت با اون تو کشور وجود داشته باشد. نه اون رو اگر نداشته باشد باز همون سرجاش هست. پیدا نکردیم پلتفرم خارجی. من این رو عزم میکنم شما زحمت بکشید اون رو دیگه موقعتون تهیه کردید من پیدا کنم. خواهش میکنم اون پلتفرم خارجی اینجا بود 27 اینجا بود آقای دکتر. بله این پلتفرم های خارجی امکانه با شرایط موجود با این بافتار سیاسی ما و با اون مصادیقی که ما تعریف میکنیم دو مصادیق مجرمانه اونی که اونا تعریف دارن و اون تحریم هایی که الان برای کشور ما هست امکان ثبتشون تقریبا نزدیک صفره، یعنی ثبت نخواهند کرد و بر اساس این قانون محدود میشن و میشه همون مسدودی. بفرمایید. اشارت که تفسیر دو ماده 28 این پیشنهادی بازار دکتر زنجه بیننده عزیزون عرض کردن که خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بودند. بله. ما قبلا گفتیم اثرگذار اون پلتفرمی هستن که مثلا 5% 10% کل کاربرا رو داشته باشن. خب چون فرصت داره تمام شه موظفن ظرف 4 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده 12 اقدام کنن. در غیر این صورت اعمال بند جیم این ماده برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسبه که بند جیم مسئول سازی با تشخیص کمیسیون که خب کمیسیون گفته تا تأمین جایگزین مناسب جایگزین اگر نماشی اصلا مسئول سازی اعمال نمیشه. نه گفته تا یک سال زمان میده با اون کمیسیون از شما که اون یه سال مهلت اگر نشد دوباره 8 ماه دیگه مهلت میده اگر نشد. آقای نوری فرصت اون تام شده ما حتما در این مورد برنامه میذاریم باشم یه مقدار به حال جامعه مزهر.